اظهارات تازه آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در آستانه نوروز ایرانی و همزمان با فروش کودکان ایرانی در دروازه غار تهران، چند صد متری بیت رهبری جمهوری اسلامی. یک نماینده مجلس از ناپدید شدن 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران میگوید و پیامدهای سفر خانم کاترین اشتون به تهران و دیدار او با فعالان حقوق بشر و مادر ستار بهشتی و آنچه که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است و واکنش مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه در آستانه از سرگیری مذاکرات اتمی. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن همراه با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. بررسی خواهیم کرد آخرین رویدادها و اخبار ایران و مربوط به ایران را تا لحظاتی دیگر. با سلام به شما بینندگان عزیز در هر کجای ایران و جهان هستید و سلام به آقای نوری‌زاده عزیز در لندن استودیوی ایران فردا. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، بر دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری و در روزهای پیش از ظهور و طلوع بهار و نوروز. آقای سازگارا به شما نیز خوش آمد بگیم. پشت سر شما آنچه که میبینیم در بنیاد توانا هستید یا مؤسسه آموزشی توانا، آقای اکبر عطری و همسر گرامیش. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، خدمت دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. بله، من برای سلسله درس‌های جنبش کارگری در مؤسسه توانا هستم که خب طبیعتاً چون برنامه تفسیر خبر هم روی همین زمان هستش، عذرخواهی باید بکنم که از همین محل اومدم توی برنامه در خدمتتون هستم. عذرخواهی به هر حال فکر کنم لازم نیست، خیلی هم ممنون هستید در اونجا. بسیار هم خوب. آقای نوری‌زاده، ما امیدوار بودیم که در آستانه عید نوروز شده حداقل اخبار خوبی داشته باشیم برای مردم، این همه اخبار منفی متاسفانه. آقای خامنه‌ای مجدداً درباره اقتصاد صحبت کردند، راه حل‌هایی رو دادن و گفتن که اقتصاد مقاومتی مدیریت جهادی می‌خواد. آیا یکی از اقدامات جهادی مدیریت جهادی نیست که خود ایشون همین سرمایه‌ای که زیر نگینشون هست رها کنن، یک اقدام جهادی و به وضعیت کودکان دروازه غار برسن؟ آدم فروشی در ایران در جمهوری اسلامی. جناب سالنگی عزیزم، اولا اجازه بدید من به اکبر عبدی و بانوش واقعا سپاس بگویم و تقدیر کنم. واقعا تو این جمعیت هایی که درست شد و تشکیلاتی که درست شد و به هر حال بورسی گرفتن، تنها جایی که من میبینم کار اساسی داره میکنه تواناست و حقا بهش تبریک میگم. با ما هم همکاری کرد و در آینده هم خواهد کرد. ما برنامه‌هاشون رو پخش میکنیم بدون هیچ چشم داشتی و بسیارم خوشحالیم. درود بر اکبر عبدی، بانوی گرامیش و تمام یاران و کسانی که در این کار بسیار مهم، زیرسازی دموکراسی و کار سندیکایی و کار حزبی، بهشون تبریک میگم و با
فرارسیدن نوروز هم به ویژه بهشون تبریک میگم و امیدوارم سال آینده سالی پربارتر باشه. اما در باب آقای خامنه ای، ببینید آقای چالنگی، این ولی امر مسلمانان جهان ما که این ولایتش در چهارراه آذربایجان هم زیر سواله، یعنی مقر زندگیشون، ایشون عادت داره هر از گاهی بیاد یه حرف عجیب غریب بزنه، بعد یه عده‌ام از این مداحان و دستمال به دستان را بیفتن که آقا این نبوغ چه دوباره گل کرد، دوباره این نبوغ زد بیرون. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ 8 سال جنگ اقتصاد مقاومتی بود. کوپن و تشکیلات آقای مهندس موسوی برنامه‌شو در دست گرفت، یک الگوبرداری از نظام‌های سوسیالیستی در زمان جنگ و در زمان قحط و در زمان ناکارآمدی دولت. خیلی خوب، حالا یعنی چی اقتصاد مقاومتی؟ وقتی آقایون هنوز این 4.5 میلیارد رو نگرفته، برقی میپرن برای خودشون وسایل لوکس سفارش میدن. الان در دبی کانتینرایی که داره برای اینا مبلمان ایتالیایی و تلویزیون های عجیب غریب و نمیدونم کامپیوترهای عجیب غریب میبره، اصلا تو نوبت همینجوری صف کشیدن. این بازی ها شاید 4 تا آخوند و فریب بده، برای که خودشون هم از این مایه هستن، ولی برای مردم ما که معنی نداره. مردم دارن میبینن دولت 22% حقوقا رو اضافه کرده، به اقرار وزیر دارایی و اقتصاد تورم رو که آوردن پایین رسوندن به 36.5%. خب کارمند بیچاره این فاصله تورم رو چجوری پر کنه؟ یا حقوق کارگران، گفتم اونا هم 22% از سال آینده اضافه میشه، بر چه مبنایی؟ 350,000 تومان چجوری کارگر زندگی بکنه در حالی که 2 میلیون تومان میشه خط فقر؟ و آقای خامنه ای دلش خوشه، ماشاءالله نشسته، گفتن که ایشون به یک نوع خرمای مخصوص مدینه علاقه مندن که روزی 5-6 تا میل کنن. روابط که حالا خوب نیست، از طریق یه شرکتی از راه دبی باید حضرت آقا این خرمای مخصوص مدینه، چون 400-500 نوع داره، اینو براشون بدن. گفتن چون پیامبر اسلام نیست به این خرما علاقه داشت. آقای خامنه ای که ماشاءالله آقازاده شون در بزد و بخشش و خرج دیگه جا نذاشته، آقا مصطفی که مسئله تلفن موبایل رو با آفریقای جنوبی شریک بودن با آقازاده آقای عداد و همینجوری بقیه شون، لطفاً صحبت از اقتصاد مقاومت نکنید. هر ایرانی داره الان با مقاومت، با سرفرازی و با درایت، با چه مشکلاتی این چارچوب زندگی رو میچرخونه. لطفاً آقای خامنه ای هم این روزه ها رو برن برای همون اسدالله عسکر اولادی و که اون هم تازه قبول ندارن، و آقای ولایتی طبیب حضور و آقای سعید جلیلی و برای اینا، آقای حداد عادل، اینا رو برای اینا بخونن، چون ملت ایران واقعاً میگن به اینجاش رسیده رسیده. از آقای خامنه ای دیگه بیزاره. هر وقت آقای خامنه ای دهان باز میکنه مردم رو ترش میکنن. یه آدمی به این درجه از منفوریت برسه، خودش باید حساب کار خودش رو بکنه. خب آقای سازگاران، این بچه های دروازه غار، این خبر رو نه شما نه بنده نه مخالفان سازمان های مخالف جمهوری اسلامی دادن، معاون وزارت تعاون گفته دروازه غار بچه ها خرید و فروش میشن، حتی مثل میوه سردرختی قبل از اینکه به دنیا بیان معامله میشن، به در مادرهای معتادی دارن، هرچی که هست در چند صد متری بیت رهبری. این اقتصاد مقاومتی هرچی که هست، آیا پول این بچه ها کجا رفته آقای سازگار؟ توی جیب آقای خامنه ای، خیلی ساده، و عوان انصارشون. انصافاً آقای چالنگی، گزارشی که ابتداً خبرنگار زیرک روزنامه اعتماد داد از کودکان بدون شناسنامه، بدون هویت در دروازه غار، که چگونه حتی دختر 12-13 ساله رو وادار میکنند حامله بشه، بچهش رو میگیرند میفروشند از 100,000 تومان تا 4-5 میلیون تومان قیمت بچه هایی که نه شناسنامه ای دارن نه هویتی، بدتر از عصر بردهداری و نه آموزشی نه مدرسه ای نه کاری، که یا اینکه بچه هایی که پدران و مادران معتاد
و بیماری دارند باید کار بکنند و انصافا وضعیتی که شاید به جرأت بگم در هیچ کجای دنیا نمیشه چون این چیزی رو سراغ گرفت و باید گفت که این همه مأمور و قشون و آدمکش و امنیتی که صبح تا شب تو سر مردم میخوان بزنن و زورشون به دانشجو و زن و معلم و کارگر میرسه کجان که برن به قول شما چند صد متری یا حد اکثر یکی دو کیلومتری بیت رهبری برن دروازه غار و این قاچاقچیان انسان رو این سوداگران جان کودکان نازنین اون مملکت رو نجات بدن کجان این ماموران امنیتی این گزارش واقعا آقای چالنگی آدم وقتی میخونه گریه کمترین کاریست که میتواند بکند به هر حال وضعیت اختلاف طبقاتی وضعیت نابسامانی کودکان کار زنان کار کارگران ما معلمین ما و غیره موضوعی نیست که هر روز و هر شب اگر آدم حتی تکرار هم بکنه تکراری بشه بر صورت برای سال آینده مسئله 20% افزایش حقوق کارمندا که با حداقل دستمزد 600 هزار تومان در ماه که احتمالاً حداقل دستمزد کارگرا هم دور بر همین خواهد شد به قول یکی از فعالین گفته بودیم خط مرگ این دیگه خط فقر نیست برای اینکه خط فقر جامعه ما دور بر 2 میلیون تومان در ماه داره میچرخه یعنی مقداری که یک آدم احتیاج داره برای یه خانواده 4 نفره که بتونه حداقل معیشت حداقلی از پروتئین مواد غذایی پوشاک و غیره رو تأمین بکنه دوره برای 2 میلیون تومان اون وقت خط فقر در با خط حداقل دستمزد داره روی 600 هزار تومان بسته میشه چیزی که با یک تورم 36.5% که اقتصاددانا اکثرا معتقدن که این ارقام دولت‌های روحانی هم دروغه یعنی واقع فقط روش محاسبه رو کمی عوض کردن چون هیچ اتفاقی نیفتاده که تورم 40 و چند درصدی یه مرتبه تونسته باشه 6% 8% بیاد پایین بنابراین در چنین شرایطی اقلن مثل کشورهای دیگه مثل برزیل مثل ترکیه وقتی تورم‌های افسار گسیخته داشتن بانک مرکزی جدولی داشت ماهیانه حقوق رو با تورم تعدیل می‌کردن سر سال به سال می‌خوان این کارو بکنن اون هم حتی روی ارقام خود حکومت 14% 16% افزایش حقوق عقب از نرخ تورم رسمی که اعلام می‌کنن یعنی از کجا باید بیاره یه کارمند یا کارگر که این ما به تفاوت تورم جز اینکه از زندگیش باید بزنه و قدرت خریدش کم میشه یک جمله رو هم عرض بکنم آقای خامنه‌ای تو همین صحبت سوزن گرامافون ایشون در 40 سال بلکه 60 سال پیش گیر کرده لب به تئوری ایشون اینه که چرا ما باید با دنیا جنگ کنیم میگه ما چون میخوایم کشور مستقلی باشیم الگو بشیم برای دنیا دنیا با ما دعوا داره این بارها و بارها ایشون رو تکرار کرده لذا ما حتی اگر هسته‌ای هم کوتاه بیایم حقوق بشر هم کوتاه بیایم بازم اینا ما رو تحریم میکنن چون میخوان نابودمون بکنن حرف بی ربطی که به ایشون باید گفت اولا اصلا تعریف استقلال در دنیا عوض شده استقلال یعنی این که یک ملتی چه جایگاهی در فرایند جهانی تولید ثروت و فرهنگ داشته باشه نه اون تصور 60 سال پیشی از استقلال و ثانیاً چه الگویی الگوی این که بچه‌ها رو در دروازه غار خرید و فروش می‌کنن الگوی این که اکثریت جامعه ما فقیره الگوی این که بالاترین نرخ رشد اعتیاد رشد طلاق و غیره رو داریم بنابراین این حرف ایشون می‌خواستم فقط بگم که این تئوری که پشتش ایشون نشسته و بر اساس اون می‌خواد با همه دنیا دعوا کنه حرف مندرس عقب افتاده و ناشی از مغز بیمارگونه ایست که تحولات دنیا رو نمیشناسه ایران این شرف به معنی کلاسیکش مستعمله نبود آقای حسن روحانی هم در سخنان اخیر خودش اشاره کرده به پیش از انقلاب که ما یک کشور استعماری بودیم
این اطلاعات، این حرف از کجا در میاد آقای روحانی زده؟ از عمامه چه کشور استعماری. اونجا یادمون باشه که آقای نوری زاده، شما یادتون آقای سازگارا و میلیون ها ایرانی که آقای خمینی یک صحبتی کرد در نخستین صحبتش در بهشت زهرا، به قول آقای اسماعیل خویی در واقع برنامه خودش رو داشت میگفت و مردم متوجه نشدن، اینکه شاه گورستانهای ما رو آباد کرد، کشور ما رو ویران کرد، کاری که بعدها خود خمینی انجام داد. الان گزارشی بود از رسانه‌های دولتی در تهران که در بهشت زهرا حتی قیمت زمین افزایش پیدا کرده به اون حد قیمت گور، که حتی از مسکن بیشتر و از جاهای دیگه بیشتر. یکی از آثار تورم و معاملات و چه فسادی که هست همین هست. یعنی به قول من روی زمان میگفتن اگه پول نداری برو بمیر، الان دیگه میگن اگه پول نداری نمیر، اصلا دیگه نمیشه. آقای چالنگی گفت کار به قول حضرت صاحب، کار با عمامه و قدس شکم افتاده است. خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون کنه. و الان واقعا ما حدیثمون همینه، کارشناسان اقتصادیمون. من چند روز پیش داشتم مصاحبه آقای محسنی اژه‌ای رو میدیدم، ام الفساد جمهوری اسلامی، که الان اون بابک زنجانی رو چی کار حالا داره میکنه، مثل برادران افراشته چقدر ازش بگیری، که همونجا هم هینت میداد. بله، مطابق آمارایی که ایشون داده ثروتش در داخل ایران چندین و چند برابر بدهی هاش، حالا که باید تصفیه کنم بدنشون. وقتی این آدم ها میداندار هستن و قدرت مدار، طبیعتاً همینه. آقای چالنگی، دکتر سازگارا اشاره به بعضی از ارقام کرد، یادمون باشه سن رسمی فحشا به 13 سال رسیده و ما در گذشته فحشای مرد نداشتیم. الان در شهر قم به قول باز استاندار قبلی اونجا که فرمانده عباس محتاج، که آقای خامنه‌ای در توهین به نیروی هوایی ایشون رو برد فرمانده کرد، این آقا اقرار کرد که 5000 امرد داریم، 5000 مرد تنفروش داریم در قم، حالا جاهای دیگر رو من کنم. این رژیم دقیقا مثل اون که رستم و تواریخ می نویسه در احوالات شاه سلطان حسین، یه چیز شبیه اونه. شاه سلطان علی جای شاه سلطان حسین نشسته، صبح تا شب هم در وحشت توطئه است. آقا توطئه یعنی چی؟ شما موشک برای حماس می فرستید، معلوم اسرائیل میاد میگیره رسواتون میکنه. خب خیلی روشنه، چرا موشک 250 کیلومتر برد میفرستی که حماس بزنه یهودی‌ها رو بکشه؟ به تو چه؟ تو چه کاره هستی که در این ماجرا مداخله میکنی، از گلوی ملت ایران میبری؟ آقای چالنگی، جنگ سوریه تا به حال 18 میلیارد دلار برای ما هزینه داشته. چه جوانهایی همه نعشا برگشت از سوریه، صداشو دیگه در نمیارن. چقدر پول ریختن تو دامن حزب الله. همین چند روز پیش یه مقاله میخوندم، علارغم 1 میلیارد پولی که جمهوری اسلامی میده، حزب الله چون خرجش خیلی بالا رفته، مواد مخدر الان 500 میلیون دلار در سال برای حزب الله درآمد ایجاد کرده. خب یک گروه مافیایی قاچاقچی چه ربطی به اسلام داره؟ دنیا با ایران بده چیه؟ آقای اوباما در مصاحبهش برمیگرده از شیعه سید علی تعریف میکنه، در مقایسه با رادیکالیزم شیعه و رادیکالیزم سنی میگه نه اینا معقولن، به مصالح توجه دارن. عبدالرحمن راشد دوست عزیز ما و مدیر العربیه یه مقاله شرق الوسط نوشته بود ببخشید این شیعه معتدلی که شما میگید آقای اوباما نمادش هم آقای خامنه ایه، اینا سفارت آمریکا در بیروت رو منفجر کردن، مقر تفنگدارا رو منفجر کردن، در هواپیمای تی دبلیو رو دزدیدن، امیر کویت خواستن بکشن، ده ها انفجار در کویت و عربستان و بحرین، گروگانگیری دیپلمات ها بوده، گروگانگیری در عراق. ببینید چیکار، این چه اعتدال شیعه هست. حالا آقای اوباما یه دفعه عاشق سید علی آقا شده، اون دیگه یه مسئله خیلی عجیب غریبه. بعدم آقای اوباما جاودانه نیست، ملت ایران جاودانه است و ملت ایران بالاخره میدونه با کسانی که از ابتدا اساسشون بر دروغ و فریب بود، میدونه ملت ایران چی کار بکنه. خب صحبت این پول ها شد، پول های بچه های دروازه غار، کودکان دروازه غار که به سوریه و لبنان میره و جاهای دیگه، حساب های بانکی شخصی. و یک نماینده مجلس آقای عوض حیدرپور
نماینده مجلس شورای اسلامی که از 10 تا فیلتر هم گذشته تا وارد این مجلس شده، ایشون میگه 100 میلیارد دلار ناپدید شده. یعنی بنده و شما و آقای نوری‌زاده و بینندگان ما بیشتر میلیون‌ها بیننده ما، یک دلار اگه توی جیبمون باشه گمش کرده باشیم هزار بار میگردیم تا این یک دلار رو از سر ناداری پیدا کنیم. 100 میلیارد دلار پول بچه های دروازه‌کار و جاهای دیگه ناپدید شده، کجاست؟ میشه حد زد آقای سازگارا کجاست؟ والا در تفریق بودجه، حسابرسی بودجه که دیوان محاسبات مسئول اون هست، قبلا هم مطرح شد که اعداد کلانی رو میفروشن از پول نفت و به خزانه نرفته و جمعش رو لابد این نماینده مجلس زده و از روی درآمد نفت میگه 100 میلیارد دلار گم شده. یک بارم آقای مهندس صحابی اون موقعی که نشریه منتشر میکردن و البته تعطیل شد و آقای علی جانی و دوستانشون هم به زندان افتادن، یک محاسبه ایم از دهه های قبل از احمدی نژاد آقای مهندس صحابی کرده بود، مجموع درآمدهای کشور را از روی درآمد نفت جمع زده بود، مجموع مخارج کشور هم از روی آمار واردات جمع زده بود و یه تراز مثلا حدود 20 ساله اون موقع درآورده بودن که باز یک عدد بزرگی در همین حدود، حالا اگر حافظم اشتباه نکنه، غایب بود، گم بود کاملا. این و تو این 8 سال 10 سال گذشته که دیگه خیلی علنی‌تر و در واقع کاری که دولت آقای خامنه‌ای، رئیس جمهور منتخب و منصوب آقای خامنه‌ای یعنی آقای احمدی نژاد کرده بود، چون آقای خامنه‌ای داره خودشو میکشه کنار بگه من نبودم و انگار همه چیز احمدی نژاد بوده، این دوره کاری که کردن این نیست که قوانین رو بیش از پیش هم از سر راه برداشتن، همون تشکیلات نیمبندی هم که تو کشور از زمان رضا شاه و محمد رضا شاه مونده بود، بعد از انقلاب هم دیگه کم و بیش دستش نزده بودن، همونا رو هم الحمدلله ویرانش کردن و بی حساب کتاب تر شد، داغونش کردن. نتیجه این که کاملا قابل باوره که 100 میلیارد دلار گم شده باشه. کجا رفته پولهای همین الان آقای نوری‌زاده عدد دادن، این عدد رو نخستین بارم بی بی سی جهانی اعلام کرد، 17-18 میلیارد دلار فقط از کیسه ملت ایران صرف جنگ در سوریه شده و به قصاب دمشق بشار اسد پول دادن مستقیم برای اینکه ارزش پولش رو حفظ کنه یا وسیله بخره، غیر از کمک‌های غیر مستقیم مثل ارسال سلاح، کارشناس، نفر، 60,000 نیروی حزب الله رو گسیل کنن بره در سوریه بجنگ، خرج اینا رو حقوقشون رو کی میده؟ غیر از اینی که جمهوری اسلامی داره میده، موشک بفرستن، تجهیزات بفرستن برای حماس، کی میده اینها رو؟ در افغانستان، در عراق ده ها گروه رو تجهیز میکنن، دخالت میکنن، این پولها کی این پولها رو میپردازه؟ آقای خامنه‌ای آدم رو در جنبش سبز دیدیم، روزی 450,000 تومان میدادن به لات چاقوکش چماغدار بیاد تو خیابون زن بچه مردم رو کتک بزنه با شام و نهار و یک هفته نگهداری در تهران و غیره، پول اینها رو کی میده؟ اینها آقای چالنگه اگر دنبال این پولها بگردیم، غیر از حساب شخصی آقایون در بانک‌های دنیا، حساب شخصی امثال بابک زنجانی و رحیمی معاون احمدی نژاد و نمیدونم مهافرید امیر خسروی و غیره و غیره، پرونده هایی که یه سایتی جمع زده بود اینها رو، همین 4 نفر از این فاسدین رو تقسیم کرده بود به جمعیت کل ایران، دیده بود به هر ایرانی 450,000 تومان حداقل و اگه نرخ ارز رو عوض بکنی نزدیک 3 میلیون تومان، این 4 تا آدم فقط از جیب ملت ایران برداشتن و خوردن و بدهکارن، وای به حال مجموعه. بنابراین پولا کجا رفته؟ تو جیب آقایونه، تو حساباشونه، یا خرج این بلند پروازی ها، دخالت ها، تروریسم و غیره. امیدرضا میرسیافی عزیز پرسشی کرده بود از آیت الله خامنه‌ای در
سالها پیش که آقای خامنه‌ای شما هی صحبت از فرزندانتون در فلسطین میکنید، ما هم فرزندان شما هستیم، چرا به وضع ما نمیرسید؟ پاسخی که امیدرضای عزیز ما گرفت زندان و بعد کشتن او در زندان بود. کودکان دروازه غار همچنان این پرسش رو دارند، نه از آقای خامنه‌ای، فرزندان ایران هستند و این درآمدها متعلق به مردمان ایران و فرزندان دروازه غار و همه کودکان ایران هستند که در این نظام ظاهرا و عملا آینده ای ندارند. مجموع درآمدهای نفتی ایران طبق گزارش‌هایی که منتشر شده آقای نوری‌زاده، پیش از انقلاب از روز اول کشف نفت در شهر ما مسجد سلیمان تا 22 بهمن ما چیزی حدود 135.6 میلیارد دلار گزارش شده، با احتساب ارزش دلار در اون زمان یک چیزی حدود 400 میلیارد دلار میشه در تمام اون سالها، بیش از 70 سال میشه 400 میلیارد تومان، منظور 400 130 چند میلیارد دلار بوده. اشاره به این هستش که قدرت دلار در اون موقع قدرت خریدش بود. این مجموعه در 70-80 سال ایران حدود زیر 400 میلیارد دلار، این رو آقای دکتر مینا در برنامه‌ای که ما داشتیم مطرح کردیم، کارشناس مهم و بزرگ نفتی ایران که تن درست باشه. خب اون پول کارنامهش معلوم است با همه کاستی‌هایی که نسبت داده میشه، درست نادرست صحبت نمی‌کنیم، کارنامه معلومه ایران چه شد. با این همه پول توی این 30 چند سال چه شد آقای نوری‌زاده؟ ببینید آقای چالنگی، رژیم گذشته همونطور که کارشناس اقتصادی عزیزمون دوستمون دکتر فرابخش اشاره کرد، رژیم گذشته به خصوص در اون مرحله بعد از سال 1342 تا 56 برنامه و هدف داشت، تمام تلاش برای تطبیق این برنامه ها و رسیدن به اون هدف نهایی و هدف عالی انسانی بود که ایران رو از یک کشور عقب افتاده به یک کشور صنعتی و یک کشور پیشرفته تبدیل کنه و موفق هم بودن. ایران در همه زمین ها، من یادم انگلیس بودم درس میخوندم، دو سال بعد برگشتم اصلا باورم نمیشد این ایرانه که همون از دم مرز گرفتیم تا تهران. حالا غرض همینه، این رژیم برنامه ای نداره، این رژیم به یک گنج بادآورده رسیده. خب حالا تو این گنج بادآورده که دارن به چاپ به چاپ میخورن و به نوکراشون میدن، احمد جبریل یک ویلایی درست کرده در دمشق که حالا الان جنگه، ولی میگه اصلا این ویلا هیچ قصری در منطقه مسونی با پول سید علی آقا خامنه ای. یا در خود غزه این رهبرانشون ویلاهای لب ساحل درست کردن، یه مجله اسرائیلی عکساشو انداخت بود، با پولای ملت اسیر ایران. وقتی هدف نیست، هدف وقتی ایجاد آشوبه، بحرین رو به آشوب بکشه، یه کشور کوچیک پیشرفت خودشو داره، مرکز بانکی منطقه است، مردم خوب، جای تفریح، جای آسایش، هتل‌های عالی، اینا میخوان آشوب بزنن، به آتیش بکشن، بکننش مثل جمهوری ولایت فقیه. عراق، شما به کردستان عراق میرید که دست تطاول آقای سردار قاسم سلیمانی به اونجا نمیرسه، کمتر میرسه، میبینید هر روز یه پروژه از پیشرفت توسعه. میایم پایین‌تر، نوری المالکی اونجا دستشه، میلیاردها دلار رو حیف و میل کرده، اون وضع انباره، اون وضع بصره است، اون وضع نجفه. این میخوام بهتون بگم هر جا پای این بدعت نامبارک ولایت فقیه در میان باشد و پول ملت ایران رو به هدر بدن، اینه ایدئالی نداره رژیم. ایدئال آقای خامنه‌ای اینه که بشه ولی امر مسلمانان جهان، اینم خواب و خیاله. در میان 1.5 میلیارد مسلمان 100 میلیون شیعه است، چقدره؟ 110 میلیون شیعه است و اینا میخوان چیکار بکنن؟ جهان اسلام رو بگیرن؟ خب نمیذارن. جنگ شیعه و سنی هم که الان راه انداختن، چون هدف وجود نداره. شاه گفته بود توی یکی از این مصاحبه‌هاش که آقا من بمیرم یه دومه چلوار با خودم برم، چیز دیگه نمیخوام، ولی میخوام یه کشور، حالا با همه معایب اون رژیم، با همه مشکلات، کاستی‌ها، سانسور، نمیدونم فشار، ولی وقتی مقایسه میکنیم با یک رژیمی روبرو بودیم که ابزار کارش ابزار معقول و مدرن بود و اندیشه‌اش اندیشه والا برای ایران. الان با یه رژیمی روبرو هستیم
که خوشحاله که مثلا فرهنگ خاکنداز رو دوباره در مملکت راه انداخته. خب درختی که شما با خاکنداز آب میدین میوه چی میشه؟ معلومه میوه چی میشه. اینا نه طرحی دارن. اگه یه آدمی هم بیاد مثل آقای طیب نیا، تحصیل کرده آمریکا، برنامه‌ای داره، شما دیدید در خبرگان چقدر قشنگ حرف زد و رسما با آقای خامنه‌ای نیش میزد، گفت من اهل تملق نیستم، دستمالم دستم نیست و حرفاشو زد، ولی مگه میذارن؟ پوستشو میکنن. وقتی یک سوم اقتصاد مملکت دست ولی فقیه، آقای طیب نیا میخواد چیکار بکنه؟ آقای نهاوندیار میخواد چیکار بکنه؟ نمیتونه. آقای نوبخت میخواد چیکار بکنه؟ قبلا مرحوم نوربخش میخواد چیکار بکنه؟ نمیذارن. وقتی این هیولاهای فاشیستی مافیایی پنجه انداختن بر ایران، نمیذارن نه ایران پیشرفت بکنه. باز دیروز میخوندم خنده دار، ایران در سلطان نشین عمان میخواد 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه، بیمارستان 600 تخت خوابی. بنادر عظیم برای همین رفته به عمان. بله بنادر عظیم نخه اونجا رفتن، میگن دارن ترریزی میکنن، دوباره یه گفتگوی پشت پرده بین ایران و آمریکا در عمان باشه. آقای اوباما هم اینقدر عاشق شده که دیگه اصلا کارش نمیشه، عاشق دیگه کارش نمیشه. اوباما رو میفهمه. بله بله. آقای سازگار تعبیری آقای نوریزاده است، آقای اوباما عاشق شده. آقای کنگره آمریکا هم همین عشق رو داره یا عشق یک سره مایه درد سره؟ من آقای تلنگی اجازه دارم قبل از اینکه این خواهش من بفرمایید یه جمله رو از قول آقای رفسنجانی که به هر حال از ستونهای انقلاب اسلامی ایشون بوده و دو دورم رئیس جمهور کشور بوده، چند دورم رئیس مجلس بوده، در مصاحبه‌ای که با روزنامه اعتماد کرده نقل کنم، ایشون مطرح کرده که سرمایه‌های اساسی کشور رو از دست مردم در آوردن، مثل شرکت مخابرات ایران به ثمن بخس، ایشون گفته 15000 میلیارد تومان قیمت گذاشتن رو مخابرات، در حالی که همون موقع وزیر وقت مخابرات گفته که 50000 میلیارد تومان قیمتشه و وزیر قبلی گفته بوده کم کم 200000 میلیارد تومان مخابرات ایران میارزه. این رو به گفته آقای رفسنجانی به جاهایی دادند و واگذار کردن که نه حساب پس میدن نه نظارتی برشون هست. اگر خاطرتون باشه با حقوق بازی تو بورس ابتدا سپاه مخابرات ایران رو تملک کرد و الان که نگاه میکنید 40 و چند درصد شرکت مخابرات ایران متعلق به ستاد اجرایی فرمان 8 ماده امامه که زیر نظر شخص آقای خامنه است. و همین آقای رفسنجانی درست هم میگه، نه مالیات میتونه سراغشون بره، نه مجلس نظارت داره، نه مطبوعات میتونن چیزی بنویسن، نه مردم هم که دستشون خب از همه جا کوتاه. آقای سازگار قبل از اینکه بپردازیم به پاسخ بعدی، من اینجا چون نقل قول وقتی میشه از آقای رفسنجانی یا بقیه، چون این تریبون میلیون ها میشنن، خب میگن آقای شما اشاره کردید راست میگه و درست میگه. ببینید آقای رفسنجانی یکی از ستونهای نظام هست. آقای رفسنجانی یکی از کسایی است که عملا بانبازی های اقتصادی بعد از انقلاب رو ایشون بنیانگذارش هست. شرکت هایی دیگه گفتن نداره، از پسته گرفته تا شرکت حمل و نقل. آقای رفسنجانی اونقدر قدرت داره که تونسته رهبری رو تعیین کنه، این آقای خامنه‌ای رو بشنه جای آقای خمینی. آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، نه مصلحت مردم. و ایشون بله حتی به مصلحت مردم نظام هم شده. ایشون گذاشتن 8 سال این مصیبت ها اومده و بعد از اینکه الان احمدی نژاد نیستش الان بپرم احمدی نژاد. من میخوام به یه نکته دیگه برسم. یعنی این روحانیتی که داره حکومت میکنه، ملایان شیعه که دارن حکومت میکنن، خب هر روزی هر حرفی که باب روز و باب تب مردم باشه میزنه. آقای رفسنجانی کم کم داره نلسون ماندلا میشه، کم کم داشت میشد باب نجات ایران و بقیه چیزها. مگه انبار لویی رو ندیدید مقالش؟ گفت این داره مردم رو به نافرمانی مدنی دعوت میکنه. من هستم شما منظورتون یعنی حرف من متوجه فرمایش شما نیست، میدونم شما اشراف داریم با این چه که آقای رفسنجانی انجام داده، برای بینندگان سوء تفاهم پیش دهید. اگه نظری هست میشنم آقای سازگار. بله ارزش به هر حال، حالا آقای رفسنجانی
عملکردش ایشون در دوره ریاست جمهوریش حداقل در خصوص مسائل اقتصادی یکی دو اشتباه، حالا سهوًا یا عمدن، بسیار بد و فاحش کرد که از اصلی ترین دلایل پیدا شدن همین فسادی است که الان می‌بینیم. ایشون ابلاغ کرد که دستگاه‌های دولتی برن خودشون کاسبی بکنن، از جمله وزارت اطلاعات و سپاه که با اسلحه و دستبند وارد اقتصاد کشور شدن. حاصلش این مافیایی است که می‌بینیم و ضمناً ایشون پورسانت گرفتن رو عنوان کرد که اشکالی نداره، که من خودم موقع چون برای بار دوم رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده بودم، یکی از اصلی ترین دلایلی بود که استعفا دادم و گفتم این مسیر توش فساد در میاد دیگه، این به سرعت فاسد خواهد شد وقتی که شما اجازه بدی مدیر دولتی بره در معاملاتی که متعلق به دولت، متعلق به ملته، بره برای خودش پورسانت بگیره، در حالی که آنچه که هست متعلق به ملته. به هر حال عملکرد آقای رفسنجانی به نظر من و خانواده ایشون موضوعی است که قطعاً به عنوان یک فرد موثر باید زیر چاقوی نقد قرار بگیره و ایشون موظف هم هست پاسخ بده، برای اینکه به اصطلاح یه پابلیک فیگر، یک چهره عمومی است و وظیفه‌شه که به ملت پاسخ بده. اما نقل قول از ایشون این خاصیت رو داره که دیگه من مخالف نیستم، شمای روزنامه نگار نیستی که بگن نمیدونی یا به بنده بگن غرض داری. یا ایشون رئیس دستگاه اجرایی بوده از ستونای نظامه و ایشون داره میگه که آقا در واقع مال بزرگترین مؤسسات کشور رو که سرمایه های ملی هست هپل هپو کردن، در واقع خوردن، بالا کشیدن، بردن جاهایی هم که دیگه هیچکی نمیدون دارن توش چی کار میکنن. و من فقط خواستم چون ایشون تو مصاحبهش نگفته بگم که ایشون اینی که مخابرات رو که مثال زده، تراکتور سازی رو هم میشه گذاشت، شرکت صدرا رو هم میشه گذاشت، ده ها مؤسسه دیگر میشه گذاشت، که بانک ها رو میشه گفت. و بگم که ادامه صحبتشون نیست که رفته کجا، رفته تو بیت رهبری، رفته تو دست سپاه. به هر حال آقای چالنگی، کنگره امریکا هم این روزها پذیرفت بعد از کشتی که آقای اوباما با کنگره گرفت که این 6 ماه رو که قرارداد ژنو، در واقع اون توافقنامه ژنو پلان آف اکشن داره اجرا میشه، موقتاً تحریم جدیدی وضع نکنه. مذاکره اساسی که شروع شده آخر اسفندم دوباره دوره بعدیش هست، ببینند به کجا میرسه، آیا ایران به تعهداتی که داده پایبند هست یا نه. به همین دلیل در واقع کنگره الان روی دکمه پاز گذاشته، آتش بس موقت داده و آقای اوباما و دولت ایشون هم به کنگره امریکا قول دادند که ایران قراردادی که میبندند بر سر مسئله هسته‌ای قراردادی باشه که در اون حق غنی‌سازی ایران خیلی خیلی محدود باشه، زیر نظارت باشه، زیر کنترل باشه و به هیچ وجه هم شائبه این که به سمت سلاح هسته‌ای و غیره میره نباشه. ولی شخصا خودم فکر میکنم حالا چند ماه آینده میشه دید، ولی مذاکرات مذاکراتی است که دائما ابهام درش خواهد بود و باید دید تا ماه جولای چگونه پیش میره که انتهای قرارداد ژنو. خب آقای رفسنجانی صحبت شد. آقای رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریش روزنامه نگاران و نویسندگان مترجمان ایران گروهی به قتل رسیدن، قتل‌های زنجیره‌ای و قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور با مشارکت و در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود، دکتر شاپور بختیار، دکتر عبدالرحمن برومند، آقای فرخزاد عزیز و بسیاری دیگه، دکتر مظلومان، دکتر مظلومان سیروس الهی و دکتر سیروس الهی، سرهنگ بای احمدی، آقای کاظم رجوی و و و و و خلبان محمدی و بسیاری در دوران آقای رفسنجانی. سعدی حرف درست و اساسی داره، در آغاز بنیاد ظلم اندک بود، هر که آمد مزیدی بران کرد تا بدین قایت رسید. آقای رفسنجانی سنگ بنای فساد، ظلم،
قتل، شکنجه و هر آنچه که امروز می‌بینیم ثمره اقدامات آقای رفسنجانی و بقیه است. در مصاحبه با روزنامه اعتماد آقای رفسنجانی ضمن مظلوم نمایی اشاره هم کرده به اینکه بله یک اطلاعاتی وارد شورای نگهبان شد و در اونجا گفتش که نخه دیر بنجامید رفسنجانی رئیس جمهور میشه، خواننده رو به این شک بندازه که گویا نجات ایران در دست رفسنجانی. ادامه خواهیم داد. تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز، کاترین اشتون به تهران رفته، با خانم نرگس محمدی ملاقات کرده از طریق ظاهرن سفارت اتریش، یک کمچین اقدامی رو سازماندهی کرده با مادر ستار بهشتی عزیز که اون هم مثل امید رضا در زندان کشته شد، وبلاگ نویس، کارگر وبلاگ نویس. در عکسایی که بعدن چاپ شده نشریات سپاه پاسداران چاپ کردن به سبک عکسای دوران استالین، عکس مادر نازنین ما، مادر ستار بهشتی حذف شد. در اینجا این خیلی نکته قابل توجه است. به هر حال واکنش ها شروع شد، واکنش ها که چه حقی داره؟ همچنان بان کی‌مون هم گفته وضعیت حقوق بشر در دولت روحانی تغییری نکرده. آقای اشتراسر مسئول حقوق بشر در دولت آلمان هم ایشون هم اشاره کرده در بر همون در پاشنه میچرخه در دولت روحانی وضعیت حقوق بشر، و حتی اهانت کردن به زنان، به زنان ایرانی. آقای کوچک‌زاده نماینده مجلس از خانم اشتون به عنوان عجوزه، زن کهنسال، پیرزن، به عنوان تحقیر. آخه ایشون تازگی وصلت کردن، یه دختر جوان گرفتن به عنوان متعه. خب خانم اشتون به نظرشون پیرزن میاد. یه نکته رو شما اشاره به این شهدای بزرگ راه آزادی کردی، گفتم حتما به زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو، کاک عبدالله قادری، بله، و کاک صادق شرفکندی و یارانش، اینم اشاره بدون تردید. بسیار متاسفانه بعد کاک عبدالرحمن قاسملو در حال گفتگو بود، یعنی این خیلی برای من جالبه، با طرف گفتگو میکنن بعد میان میکشن. حالا ببینید آیه چالنگی، خانم اشتون واقعا باید قدردانی کرد ازش، برای اینکه این بانوی دیپلمات و بانوی مدبر به معنای واقعی که ای کاش در تمام جمهوری ولایت فقیه یک نفر مرد مثل خانم اشتون داشتیم، یه نفر. این همه حالا عرض و طول و لقب و دکتر و حجت الاسلام و آیت الله، به اندازه این بانویی که در واقع وزیر خارجه و امنیت اروپاست درایت و هوشمندی نداره. ایشون رفت به ایران بدون جنجال، رفت هم با اهالی دولت گفتگو کرد که لباس آدمی بر تن دارند و میکوشند خطابشان خطابی امروزین و مطابق با استانداردهای جهانی باشه، گویین که در پس خطاب خدا میداند چیست، و هم با قبیله آدمخواران رفتن صحبت کردند، یعنی ذوب شدگان در ولایت سیدعلی آقا. دیدیم آقای سعید جلیلی رو دیدن که پیغام مستقیم برای آقای خامنه‌ای بفرستن، بعد برای تأکید بیشتر آقای ولایتی رو هم دیدن. این که آقای ولایتی در مصاحبه های اخیرش اشاره کرده من به خاطر ارتباطایی که داشتم با آقای مایر با دیگران تونستم بعضی جاها مشکلات رو حل کنم، خب بسیار خوبه، ولی شما خانم اشتون هیچ ارتباطی نداشتی. این برنامه اسکیجوالش توسط دفتر ولایت فقیه تحمیل شده به خانم اشتون، یعنی در واقع اومدن گفتن ایشون ایران میاد با روحانی و با ظریف و با الباقی و با لاریجانی و اینا ملاقات میکنه، بعد خدمت آقا که نمیتونه برسه چون این با سر برهنه، با اون از نظر اونا این روسری البته برهنگیست، با اینجوری که نمیتونه بیاد. حالا فوتوشاپش هم بکنیم باز در خدمت آقا ممکنه یه دفعه خلاصه تولید گناه بکنه. اینه که خب گفتن کیو میفرستیم؟ دکتر علی اکبر طبیب حضور ولایتی، یار غار و شب و روز آقا، و سعید جلیلی که یه دو سالی با خانم اشتون گفتگو کرد و در پایان واقعا خانم اشتون حق داشت که بگوید ما بالاخره نفهمیدیم آقا چی کار است و چی میگه. اما تاکید ایشون بر مسئله حقوق بشر
و طرح این مسئله به ویژه در گفتگو با علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی قدر این بانو رو بالا و بالاتر میبره. من خیلی واقعا تقدیر کردم، یه ایمیل هم فرستادم در همون صفحه‌ای که دارن، یه کامنتی گذاشتم و یه ایمیل فرستادم، برای که واقعا برای من جذاب بود. وزیر خارجه آلمان رفت، وزیر خارجه ایتالیا رفت، بلژیک رفت، هیچ کدوم مثلا عین خیالشون نبود، همه دنبال بیزینس و حتی صد تا بازار. ولی هیئت قبلی دیدار کرده بودن با خانم ستوده. بله بله، در یه اون پارلمان اروپا بود. بله اونا کردن. ولی جالب بود، مادر ستار بهشتی رو اونطور بغل کرد و بوسید و اینکه گفته بوده که من دائم به شما فکر می‌کنم. چهره‌اش رو نگاه کنید چقدر متأثره. یا نرگس محمدی رو که داره می‌بینی که چقدر زندان کشته و زد کشته. و علاوه بر اینا بانوان دیگری هم بودن در اونجا در سفارت اتریش. منظورم اینه خانم اشتون به نظر من کارشو خیلی قشنگ انجام داد و بلافاصله بعد از اون بود که باز آقای خامنه‌ای اومد گفت بله ما اگر پرونده اتمی رو هم حل کنیم و دیگر رو حل بکنیم و حقوق بشر، اینا باز از ما چیز دیگه میخواد. و آقای خامنه‌ای درست میگه، تا جمهوری اسلامی از این قواره بیرون نیاد، لباس آدمی بپوشه و مبانی سیاست رو بر پایه موازین بین‌المللی پذیرا نشه، طبیعی است هر انسان آزادی، هر انسان معتقد به حقوق بشر اگر به ایران بیاد گریبان اینا رو میگیره. آقا چه دارید میکنید در زندان؟ آقای جالنگی به مناسبت عید به قاتلان مرخصی دادن. آقای لاریجانی گفته کسانی که حبس دائم ابدی هم دارن مرخصی میگیرن 15 روز، اما زندانیان سیاسی مستثنا شدن. بله، ارجنگ داوودی بیمار و بقیه. امید عزیز ما هم اگه یادتون باشه در همون روز آخر با من و شما حرف زد، داد میزد میگفت دیگه نمیتونم، عید اومده، صدای پرنده ها داره میاد، من دیگه نمیتونم پشت سیم خودم. منظورم اینه آقای چالنگی، متاسفم، درود میفرستم به زندانیان سیاسی کشورمون با سربلندی و آزادی و افتخار ایستادن و حاضر نیستن دست ولی فقیر رو ببوسن. بله، در باره روسری از نظر آقایون برهنگی هست. اگه در آخر برنامه وقتی بود من یه توضیح مختصری خواهم داد، نقل از یعنی آیت الله قرنی گلپایگانی که چه نوشته در همین زمینه، فتوایی که داره. آقای سازگار عزیز، آقای بانکیمون ایشون گفته وضعیت حقوق بشر فرقی نکرده، یعنی بهتر نشده. آقای ولایتی سالها وزیر خارجه بوده، صحبتی که میکنه خب یادآور ادبیات حزب توده است که آقای بانکیمون دست نشانده آمریکاست، هرچه آمریکا بخواد بگه. از تنظیم که پرزیدنت اوباما که به قول آقای نوری‌زاده عاشق این داستان، خوب اگه بخوان بگن خودشون میگن، چرا به بانکیمون میگن دیگه؟ چرا برای که یا اون یکی آقای فیروز معاون آقای فیروز آبادی گفته خانم اشتون اگه میخواد مثل در گذر مهدی موش در تهران ما هستیم، اگه میخواد راجع به حقوق بشر صحبت کنه بره به حقوق بشر زنان در اروپا رسیدگی کنه. من از این قبیل حرفا، این واکنشه چرا این به این شکل هست؟ چرا اینقدر نگرانه؟ آقای چالنگی تحمل همین قیافه یعنی انسان رو از حقوق بشر محروم کردن. شما فکر تو ایران آدم این قیافه رو با تحمل کنه؟ بله. ارشد آقای چالنگی، به نظر من آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل درست گفته. ایشون اظهار نظرش این است که وضعیت حقوق بشر در ایران و آزادی ها هیچ بهبودی پیدا نکرده، سهل است بدتر هم شده و شدیداً ایشون ابراز دلواپسی کرده از افزایش اعدام ها که به طرز وحشتناکی ماشین اعدام در ایران قربانیاش رو افزایش داده و شدت گرفته. در همین هفته گذشته غیر از مسئله ملاقات خانم اشتون با زنان فعال، زنان ستم دیده مثل مادر ستار یا خانم نرگس محمدی که این طور داد و فغان آقایون رو درآورده، ما مسئله دراویش رو هم داشتیم. دراویشی که خیلی ساده در زندان حرفشون خواسته به این سادگی که سه نفرشون بیمارن میگن آقا اینا رو ببرید دکتر درمان بشن، دو تاشون هم تبعید کردن یه زندان دیگه، چرا
بردید جای دیگه پس بیارید. 10 نفر از دراویش دست به اعتصاب قضا زدن، خانواده هاشون بیش از 2000 نفر آقای چالنگی اومدن جلوی دادسرای تهران در کمال صلح‌آمیز بودن، زن و بچه ایستادن که آقا این عزیزای ما تو زندان اعتصاب قضا دراویش هم اعلام کردن، همشون 2000 نفر هم گفتن ما هم پا به پای اونها اعتصاب قضا میکنیم در منازلمون. بعد ریختن کتکشون زدن، دستشون رو شیکوندن، 400 نفر رو بین 30 و چند تا زنی که گرفتن از زن و بچه من رو، 3 تا کودک خردسال رو بردن، دختر بچه رو بردن زندان اوین کتک زدن. بعدم در کمال بیشرمی خبرگزاری فارس نوشت که اینا کیف قاپ بودن، کسانی که خانواده هایی که اکثرا هم اتفاقا تحصیل کرده طبقات مختلف جامعه بینشون بود، کارگر زحمتکش و غیره، با این قبیل الفاظ یاد کردن. و شما ببینید اومخ حضرات واکنششون برای من جالبه، دقشون، وحشتشون که صراحتن هم بیان میکنن. روزنامه وطن امروز که مال آقای بزفاش و داردست آقای احمدی نژاد نوشته بود که اصلا ملاقات خانم اکشتون با مادر ستار بهشتی امنیت ملی رو به خطر میندازه. من نمیدونم چه امنیت ملی آقایون دارن که مادر یک کارگری که زیر شکنجه شهید شده و یک پیرزن 60 و چند ساله میتونه امنیت رو اینجوری به خطر بندازه. یا امروز یه تعدادی از دانشجویان پیرو به ولایت مال دانشگاه تهران رفتن جلوی سفارت اتریش که ایران میخوایم با خانم اکشتون پیغام بدیم، ببخشید روز چهارشنبه رفته بودن، پیغام بدیم به خانم اکشتون که ایران اوکراین نمیشه. ببینید حساسیت آقایون کجاست، یعنی نمیتونن هم حتی پنهان کنن، نگرانیشون از این است که مردم ما دلیر بشن از زیر بار فشار. وقتی مثل خانم اکشتونی میره میگه من در مورد فعالین و حقوق بشری، آقای بانکیمونی میگه نگران هستم، تمام نگرانی آقای خامنه‌ای و دستگاه سرکوبش این است که مبادا اون نصر به رعبی که ایجاد کرده، جمله معروف معاویه، اون ترس که در جامعه ایجاد کرده، مبادا این خدشه‌دار بشه و به سرنوشت دیکتاتورها و یا دستنشاندگان روسیه مثل یانوکوویچ مبتلا بشه و مردم بپاخیزن. بنابراین میبینید که این جور در هفته گذشته داد و قال به راه انداختن و این طور خط و نشون کشیدن از مجلس، از روزنامه هاشون و تا شخص خود آقای خامنه‌ای که در نطقش عنوان کرد. خب آقای نوری زاده اشاره کردن به حرف آقای فیروز آبادی هستش که در واقع گفته که خانم اکشتون اگه فکر کرده مثل اوکراین میتونین، چون خانم اکشتون شهروند انگلیسی، وزیر خارجه اتحادیه اروپا، به اوکراین رفته بود و ارتباطی هم نداشت به این موضوع به یه شکلی، یعنی ایشون که باعث این داستان نبود در اوکراین، مفصل قضیه و گفته به گور میبره. این حرف آقای فیروز آبادی معاونشون هم اون حرف زدن که آقای سعید جزائری که به اصطلاح به زنان حقوق زنان اروپایی برسن. اما یه نکته رو شما گفتین در صحبتاتون که اگر جمهوری اسلامی میخواد وارد جامعه جهانی بشه باید این قبای ضد بشری، نقض حقوق بشر و این ادوات و ابزارش رو در بیاره بذاره کنار و بعد بیاره. آیا میتونه چنین کنه؟ آیا اینا رو اگه کنار بگذاره، نه آقای چالنگی، شکنجه، همه این کارهایی که داره میکنه رو بذاره کنار، دیگه جمهوری اسلامی میمونه؟ تصور میشه کرد که همچین کاری بکنه؟ اندیشه ولایت فقیه اندیشه شکنجه محوره، اندیشه قلع و قمع، اندیشه سرکوبه. چون شما ببینید وقتی یک فرد خود رو تافته جدا بافته میدونه، برگزیده الهی میدونه که کار خبرگان کشف اوست، سید علی آقا خامنه‌ای که قبل از انقلاب یه منبری بود 20 تومن میگرفت اهل حالم بود، حالا شد برگزیده خدا. این برگزیده خدا طاقت نداره کسی حرفی مخالف نظر او بزنه. شما دیدید با مرحوم آیت الله منتظری آقای خامنه‌ای چه کرد، در حالی که آقای منتظری حرفی نزد، به عنوان یک فقیه شیعه نظرش رو عنوان کرد. شما چندی قبل با آقای قروی و مقاله درباره حضرت علی، یک مقاله مستدل و صحیح
که مولا علی از جانب خدا انتخاب نشده، مردم رفتن انتخابش کردن، بیعت کردن، عصمت و طهارت هم نداشته چون او خاص پیامبره. در این حال وقتی پیامبر میگه انا بشرون مثلکم، شما چطوری میاد میگید علی متفاوت بوده، با خدا راز و نیاز میکرده و علی میدونسته که پسرش در عاشورا کشته میشه. ببینید این چیزایی که اینا دروغ و تزویری که اینا را انداختن، الان وقتی به یه فردی به نام سید علی خامنه ای میگن ایشون از رحم مادر که میمد بیرون میگفت یا علی، خب شما وقتی به اینجا میرسید میخواید ایشون دموکرات بشه؟ اگه کسی بعد آقای نوریزاده مطمئنی؟ نه آقای گفتن دیگه، ایشون اومد آقای آخوندی در قم به نقل از خواهر ناتنی ایشون گفت. خب منظورم اینه، ببینید ما در تمام تاریخ تشیع که میخونیم این دکونایی که درست شده از این قبیل روایات و احادیث است. بهار الانوار در 128 جلد نصفش از همین چرندیات دیگه. چی هست؟ این روایات دروغ. امروز گوشت نبوده، میگن شیعه ما گوشت نمیخوره، فردا گوشت فراوون میشه، شاه سلطان حسین میگه چیکار کنیم، آقای مجلسی فتوا میده که نخیر، امام صادق گفت هر چی. یعنی نمیشه، یعنی میگید شما امیدی ندارین که این حکومت خودش اصلاح بشه بیاد؟ با بودن با بودن نصب روب معاویه رو بذاری کنار نخیر. آقای خامنه ای تا زمانی که به عنوان ولی فقیه در صحنه است، ایران نه روی سعادت خواهد دید، نه دموکراسی، نه آزادی، و در جایگاه جهانیش قرار نخواهد گرفت و یک دولت متمرد آشوبگره که حالا یه بارم یه رئیس جمهور آمریکا عاشق شده، اون دیگه حالا دو سال دیگه تموم میشه، آقای اوباما میره پیش آقای کارتر. ولی قرارم اینه که تا با بودن ولایت فقیه این تصور دموکراسی همیشه به کابوس منجر خواهد شد و اینو دیدیم. آقای خاتمی بهش گفت آقا تو بیا رهبر اصلاحات بشو، ما دنبالت میایم. دیدیم با خاتمی چه کرد. حالا نوبت روحانی هم خواهد رسید که تازه 16 سال نمایندهش بود و دبیر شورای امنیت ملی. آقای سازدار کمتر 3 دقیقه وقت داریم، ادامه همین مسیر اوضاع به کجا خواهد انجامید؟ چون شما با نظر آقای نورزاده موافق هستید؟ ببینید، بذارید از همین اوکراین مثال بزنیم. برخلاف تصور این آقایون که فکر میکنن چون مثلا ممکنه 4 تا اروپایی راجع به حقوق بشر در اوکراین اظهار نظر کردن یا چند نفر از مخالفین رو دیدن مثلا مردم شورش کردن، اتفاقا این اوکراین همه صاحب نظرها که صحبت میکنند، اصلی ترین دلیلی که در کمتر از چند سال دو بار درش انقلاب و شورش های بزرگ مردمی شده، فسادی است که دستگاه حاکمی و اقتصاد اوکراین رو فرا گرفته. یعنی در کشورهای اقماری شوروی وقتی سقوط کردن که فساد سراپای همشون رو گرفته بود و روسیه هنوز گرفتار باندای مافیایی پوتین و ایدئولوژی پوتینیستی هست، در این کشورها کشوری مثل لهستان توانست خودش رو نجات بده، در کوتاه‌ترین زمان اصلاح کرد خودش رو و اقتصادش از کمتر از اقتصاد اوکراین رسیده به 3 برابر اقتصاد اوکراین. اما اوکراین چون گریبانش رو از دست این فساد بیرون نیاورد، نارضایتی مردم هر از گاهی خودش رو نشون میده و حاکمین دست نشانده مثل یانوکوویچ رو به زیر میکشه. ببینید، در ایران هم به نظر من طبقه متوسط ما که سالهاست بحث آزادی، دموکراسی، حقوق بشر رو فریاد کرده، بها پرداخته، جنبش های بزرگی درست کرده مثل جنبش صف، طبقه کارگر و به اصطلاح طبقات پایین ما هم الان که فساد گسترده کشور رو گرفته و وضعیت معیشتی به این گونه افتاده، مقطعی است که به لحاظ کلان اگر نگاه کنیم این امکان هست که به طبقه متوسط بپیونده. این اون نیروی بزرگی است که به نظر من میتواند تومار ظالمین رو در ایران به هم بپیچه. خب من اشاره کردم آیت الله قرنی گلپایگانی در گذشته روانش شاد باشه هرچی که هست، در کتابی که داره درباره بهشت وصف بهشت می نویسه، آقای نوریزاده که اشاره کرد روسری برهنگیست، می نویسه در بهشت حوری های هست که از پشت 100 تا گونی دیده میشن.
از بس ظریف هستن. آقای گلپایگانی مثل بسیاری دیگه از رسال نویسای اینچنین متوجه نشده که این تعریف ظرافت گونیست و نه هم این نکته بود که در اونجا بود. خیلی کوتاه آقای حسین شریعت مداری گفته که اوکراینی ها از ایران یاد گرفتن که در برابر آمریکا بایستن و در برابر ایشون کدوم اوکراین رو میگه؟ اگر مجموع اون مجموعه در کریمه است که نوکر روسان. ببینید آقای چالنگی، دو رژیم از روسها و حقوق حقه روسها در برابر فاشیست ها و رادیکال ها حمایت کردن، رژیم سوریه و رژیم سید علی آقا. خب سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده عزیز در لندن، آقای سازگاره عزیز در واشنگتن بزرگ، با سپاس از شما. این برنامه رو همراه با مهمانان برنامه تقدیم میکنیم به همه زندانیان سیاسی در آستانه سال نو خورشیدی، به دراویش ایرانی، به اهل سنت که در زندان هستند، شیعیان زندانی، بهائیان، لامذهبانی که در زندان هستند، هر کس به هر چه که اعتقاد داره و همه کسانی که به خاطر آزادی بیان و نبودن آزادی بیان مبارزه یا راه آزادی بیان به زندان، سر از زندان درون، به همه اونها تقدیم میکنیم و به کودکان دروازه غار تهران، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، کوهساران تفتان، دنا و آسماری و تابشان، بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.